درود بر شما به انگلیسی آب خوردن بسیار خوش اومدید در کنار حال ساده و گرامر مربوطش پنجاه تا جمله بسیار کاربردی از انگلیسی روزمره و واقعی رو خدمت شما بیان کردیم تحلیل کردیم گام به گام توضیح دادیم لطفا تا انتهای این درس همراه باشید تا حال ساده انگلیسی و یا simple present در انگلیسی رو یک بار برای همیشه یاد بگیرید قبلا در درس ساختن جملات انگلیسی که به صورت مفصل و مشروح خدمت شما بیان کردیم قانونی داریم در انگلیسی به نام قانون SVO قانون SVO میگه هر جمله انگلیسی تشکیل شده از سابجکت به علاوه ورب به علاوه آبجکت فاعل به علاوه فعل به علاوه مفعول در مورد زمان حال ساده هم همین قاعده برقرار و مستاق داره یه مثال خدمت شما بیان بکنیم I like tennis آی فایل جمله است like لایک دوست داشتن من دوست دارم خوشم میاد از چی از تنیس مفعول جمله به همون رنگ خدمت شما تقدیم کردیم که کاملا متوجه باشید پس قانون SVO همه جا در مورد جملات انگلیسی صادقه و برقراره اگر قانون SVO رو همیشه در ذهنتون داشته باشید تحلیل و ساخت جملات انگلیسی بسیار براتون راحتتر خواهد بود در این جمله‌ای که خدمت شما تقدیم کردیم I لایک like تنیس این یک جمله در زمان حال ساده است قانون ساختن جمله در زمان حال ساده و فرمولش به این شکله فائل به علاوه ورب یا فعل به شکل ساده فعل به علاوه ی مفعول مثل مثالی که اینجا داریم I go to school I go to school I فائل جمله است go شکل فعل در حالت سادهش و تو سکول میدونید که فعل گو یعنی رفتن و در اینجا شکل ساده خودش رو گرفته اما دقت باید داشته باشید اگر فائلمون سوم شخص باشه مثل هی شی ایت مارتا علی داوود رضا هر کس دیگری یا هر چیز دیگری اگر فائل سوم شخص باشه اس سوم شخص رو به فعلمون اضافه خواهیم کرد در زمان حال ساده I go to school این هم یک مثال از زمان حال ساده حالا بپردازیم به مثالهای بعدی و گام به گام لحظه به لحظه همراه باشیم با هم زمان حال ساده رو یک بار برای همیشه به ذهنمون بسپاریم و در ذهنمون حق کنیم خب اولی مثالی که داریم I am a student فاعل جملمون طبق قانونی که داریم میبینیم I فعل جملمون am هستم a student یک دانشجو میبینید که فعل ما در اینجا شکل ساده خودش رو گرفت I am و am فعلی که فقط برای I استفاده میشه I am a student من یک دانشجو هستم ازت میپرسند شما چه کاره میگی I am a student من یک دانشجو هستم بریم. I work in London I work in London اینجا ف... I فائل جمله work فعل ماست کار میکنم و میبینید که فعل ما به صورت ساده خودش اومده نه به شکل گذشته یا شکل دیگری I work من کار میکنم کجا؟ In London. In London I work. در لندن من کار میکنم. I work in London. فائل به علاوه فعل شکل سادهش in London مفعول جمله I work in London من در لندن کار میکنم مثلا We go to park every Sunday Every Sunday یعنی هر یک شنبه We go طبق قانون We فائل جمله گو فعل ما به شکل ساده شکل گذشتش نیست شکل آیندش نیست شکل ساده وی گو ما می رویم به کجا؟ تو پارک به پارک کیا every sunday we go to park every sunday ما هر یک شنبه به پارک می رویم در مورد اتفاقی داره صحبت میکنه که همیشه در حال رخ داده پس از زمان حال ساده استفاده میکنیم فرمولش هم که دارید ببینید فائل به علاوه فعل در شکل سادهش به علاوه مفعول جمله We go to park every Sunday. لطفاً جملات رو با صدای رسا تکرار کنید همراه با من تا خوب یاد بگیرید. We go to park every Sunday. I go to the cinema. I go to the cinema. I فایل جمله به علاوه فعل go که در شکل ساده خودش ظاهر شده. To the cinema مفعول جمله من. I go to the cinema. I We sing songs all together. We فاعل جمله sing, سانجس یعنی آواز خواندن. اس جمع در اینجا برای کلیت آواز استفاده شده. We sing ما می خانیم آواز سر می دیم. All together همه با هم. Together یعنی با هم. All together یعنی همه با هم. دیگه. We sing songs all together. We sing songs all together. We speak English at work. We speak English at work. We فاعل جمله speak یعنی صحبت کردن در شکل ساده خودش فعل ظاهر شده به علاوه مفعول ما. English at work. انگلیسی در محل کار. We speak. ما صحبت میکنیم. حال ساده همطور که گفتیم برای بیان رخدات هایی که همواره در حال اتفاقن و در حال رخدادن. با هم تکرار کنیم بچه ها. We speak English at work. We cook every day. We cook every day. هر day چی میکنیم هر روز؟ کوک میکنیم، آشپزی میکنیم، غذا میپزیم. وی فاعل جمله به علاوه فعل کوک یعنی غذا پختن، آشپزی کردن در شکل ساده خودش every day بقیه جمله در اینجا مفعولمون ظاهر شده. We cook every day اتفاقی که همواره در حال رخ داده از زمان حال ساده استفاده میکنیم. We cook every day. we go to the gym together we go to the gym together we file a jumble go shiklisadieffel we go to the gym be boshkot together bohm we go to the gym together we go to the gym together we see them every week we see them every week we file a jumble سی دیدن شکل ساده فعل them آنها را every week هر هفته we see them every week کاری که داره همواره اتفاق میفته پس حال ساده استفاده میکنیم we see them every week ما هر هفته اونها رو میبینیم we see them every week I run 4 miles every morning I run 4 miles every morning آی فائل جمله ران دویدن فعل ماست در شکل ساده خودش استفاده شده چقدر میدوی؟ فور مایلز چهار مایل اس جمع مایلز به این دلیل که میزانمون جمعه فور فور مایلز Every morning من هر روز صبح چهار مایل میدوم دم شما گرم I run 4 miles every morning I run 4 miles every morning You have a big house You have a big house You have, have یعنی داشتن شکل ساده فعل اومده فائل به علاوه شکل ساده فعل A big house, یک خانه بزرگ You have a big house داره در مورد یک واقعیت صحبت میکنه پس حال ساده استفاده میکنه You have a big house شما یا تو یک خانه بزرگ داری یا دارید You هم برای تو هم برای شما در انگلیسی استفاده میشه دیگه خودتون میدونید You have a big house You have a big house. Cows eat grass. Cows eat grass. Cow یعنی گاو. Cows اشاره به کلیت گاوها داره. ما تو فارسی میگیم گاوها فلان کار رو میکنن. اما تو انگلیسی وقتی بخواین ترجمه میکنن میگن گاو یه کاری رو انجام میده. مثلا گاو علف میخوره اما در حقیقت داره به کلیت گاو ها اشاره میکنه ما حتی میتونیم ترجمهش کنیم بگیم گاو علف میخوره ولی منظورمون کلیت گاو هاست اما این قاعده جمع در انگلیسی حتما باید رایت بشه میگیم کاوز گاو ها ایت میخورند گراس علف فائل ما در اینجا گاو ها یا گاو ایت میخورد ایت یعنی خوردن فرم ساده شکل استفاده شده گراس علف داریم در مورد یک واقعیت صحبت می کنیم، پس از حال ساده استفاده میکنیم cows eat grass گاو ها علف میخورن یا گاو علف میخوره در مورد یک گاو خاص صحبت نمی کنیم در مورد کلیت گاو ها داریم صحبت می کنیم cows eat grass cows eat grass the sun rises at the east the sun rises at the east the sun خورشید سان یعنی خورشید فائل ماست چرا تی ای, ای, ای استفاده کردی برای چیزهایی که شناخته شدن همواره یه دونه ازشون در دنیا وجود داره از تی ای, 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 ای استفاده میکنیم مثلا the moon یعنی ماه the sun the earth زمین در اینجا سان خورشید the sun rises rise یعنی بالا اومدن طلو کردن اس سوم شخص استفاده کرده آها آقا این قانونمون که بود پس گفته بودید که فعل در حالت سادش استفاده میشه بله درسته اما فائل ما سوم شخص در اینجا بنابراین اس سوم شخص رو به فعل اضافه میکنیم همواره یادتون باشه وقتی فائل سوم شخص بود اس سوم شخص به فعل اضافه میشه The sun rises قرشی طلوع میکنه در کجا؟ At the east در شرق ایست یعنی شرق the ایست یعنی در شرق چرا دوباره تی ای استفاده کردی چون شرق هم یه دون ازش وجود داره این هم کاربرد تی ای یکی از کاربردهاش البته the sun rises at the east حالا یک نکته تلفظی اگر بهش توجه کنید گفتم the sun the east چرا اینجا گفتی the چرا اینجا گفتی the اگر بعد از تی اولین حرفی که ظاهر میشه اگر صدادار گفتاری باشه مثل اینجا که ای یک حرف صدا داره برای اینکه راحت تر تلفظ بشه این قاعده در انگلیسی وجود داره به جای اینکه بگن the east میگن the east the earth the sun the east پس این رو هم اینجا یاد گرفتیم the sun rises at the east خورشید در شرق طلوع میکند the sun rises at the east They sleep in the afternoon. They sleep in the afternoon. They آنها فاعل جمله sleep خوابیدن بچه‌ها نگفتم اسلیپ sleep sleep خوابیدن in the afternoon در بعد از ظهر they sleep آنها میخوابند فاعل بلاوی شکل ساده فعل به علاوه بقیه جمله in the afternoon یعنی در بعد از ظهر they sleep in the afternoon آنها در بعد از ظهر می میخوابند they sleep in the afternoon they sleep in the afternoon the children are at home the children are at home the children اون بچه های خاص دقت کنید بچه ها children یعنی بچه ها مفردش میشه child یعنی بچه جمعش میشه children این قاعده در فارسی هم وجود داره در عربی هم وجود داره بهش میگن جمع مکسر مثلا میگیم وسیله اما جمعش رو میگیم وسائل مثلا میگیم درس و جمعش رو میگیم دروس البته از عربی اومده به هر حال Child میشه بچه Children میشه بچه ها دقت کنید تلفظ R رو وقتی میخواید R رو تلفظ کنید زبان به سقف دهان نزدیک میشه R R نمیگم ر. ر فارسی فرق داره با R یا ر در انگلیسی Children Children R هستند فائل جمله چیه The Children بچه ها are هستند به شکل ساده فعل اومده at home در خانه the children are at home داره در مورد یک حقیقت صحبت میکنه بنابراین از حال ساده استفاده کرده فرمول رو هم که دارید مشاهده میفرمایید the children are at home the children are at home they speak English fluently they speak English fluently They آنها فائل جمله speak فعل ما به شکل ساده English زبان انگلیسی fluently fluent یعنی روان fluently قیدشه یعنی به صورت روان They speak English fluently آنها انگلیسی را به صورت روان صحبت میکنن شما هم میتونید به راحتی انگلیسی را با انگلیسی مثل آب خوردن و تمرین طبق روش هایی که بیان کردیم فلوئنتلی صحبت بکنید اصلا نگرانی نداره کافیه که هر جمله ای که دارید در درس ها، که ما صدها درس رو در کانال انگلیسی مثل آب خوردن خدمت شما تقدیم کردیم طبق روش ها کار بکنید گام به گام پیش بیایید لحظه به لحظه با صدای رسا عبارت ها و جملات رو تکرار کنید تا در ذهنتون حک بشه از این درس های رایگان استفاده کنید اینها واقعا ارزشمندن اگر قدرشون رو بدونید حالا جملهمون رو با صدای رسا تکرار میکنیم They speak English fluently They speak English fluently I like reading stories I like reading stories I like من دوست دارم من خوشم میاد فائل جمله به علاوه فعل در حالت ساده خودش به شکل ساده خودش reading stories story یعنی داستان stories جمعشه یعنی داستان ها reading stories یعنی داستان خوندن رو ما تو فارسی میگیم داستان خواندن داره به کلیت داستان خواندن اشاره میکنه در انگلیسی وقتی که به کلیت چیزی اشاره میکنیم جمعش میبندیم reading stories یعنی داستان خواندن و کلیتش I like reading stories من داستان خواندن رو دوست دارم آها یه نکته بچه ها اگر داستان و یادگیری انگلیسی با داستان رو دوست دارید ما ده ها داستان انگلیسی به صورت تشریحی و تحلیلی آماده کردیم تقدیم کردیم در کانال انگلیسی مستحاب خوردن به صورت پلیلیست براتون در نظر گرفتیم و مرتب کردیم که میتونید از اونها هم برای یادگیری انگلیسیتون استفاده بکنید چرا؟ چون I like reading stories I like reading stories I love my new car I love my new car. I love. من عاشقشم. love فعل، فعل به شکل ساده، فاعل علاوه فعل به شکل ساده، بقیه جمله یا مفعول. my new car ماشین جدید من. I love. بچا یکم فرق وجود داره بین love و like. I like یعنی من خوشم میاد، دوستش دارم. اما I love یعنی من عاشقشم، خیلی دوستش دارم. I love my new car. من عاشق ماشین جدیدم هستم. میدونم که شما هم عاشق این درس هستید. اگر اینطوره با گزینه لایک like نشون بدید که عاشق این درس هستید و دوست دارید که انگلیسی رو یاد بگیرید. بی نهایت سپاس گذاریم برای همراهی و حمایت شما عزیزان. جملمون رو با صدای رسا تکرار میکنیم. I love my new car. I love my new car. California is in America. کالیفرنیا is in America. کالیفرنیا فاعل جمله از شکل ساده فعل یعنی است این امریکا در امریکا دقت کنید امریکا امریکا نگفتم آمریکا آمریکا تلفظ فارسیه یعنی ایرانیزشه. امریکا در امریکا، کالیفرنیا، کالیفرنیا ایرانیزش میشه کالیفرنیا کالیفرنیا <laughs> is in آمریکا کالیفرنیا در امریکاست. فاعل جمله به علاوه ی فعل به علاوه ی مفعول جمله. California is in America. در مورد یک حقیقت یک واقعیتی که همیشه درسته داره در مورد اون صحبت میکنه. پس از حال ساده باید استفاده بکنیم. کالیفرنیا is in America. کالیفرنیا is in America. جولی works in London. جولی works in London. جولی فائل جمله مونه. خانمی به نام جولی ورکس ای چرا اس گرفته؟ دلیلش اینه که فاعل جبلمون سوم شخصه فعل به صورت ساده باید بیاد اما فراموش نکنید که اس سوم شخص حتما به دلیل اینکه فائلمون سوم شخصه باید به فعلمون اضافه بشه جولی وارکس. جولی کار میکند در کجا این لندن در لندن جولی ورکس این لندن اینکه جولی در لندن کار میکنه یک حقیقتیه که وجود داره و یک واقعیت بنابراین از حال ساده استفاده میکنیم جولی ورکس این لندن جولی ورکس این لندن شی گوز تو ورک بای کار شی گوز تو ورک بای کار شی اوی خانوم کیو میگه جولیو میگه جولی کجا کار میکرد؟ works in London در لندن کار میکنه حالا به جای اینکه بگیم جولی میگیم she she goes او میرود شکل ساده ی فعل go میشه go طبیعتا اما ای اس سوم شخص رو به این دلیل که فائلمون سوم شخصه به فعلمون اضافه میکنیم she goes او میرود به کجا؟ to work به سر کار با چی؟ by car با ماشین در جمله قبلی گفتیم جولی ورکس این لندن جولی در لندن کار میکنه حالا میگیم که با چی میره سر کار شی گوز تو ورک بای کار او با ماشین به سر کار میرود باز داره در مورد یک حقیقت صحبت میکنه یک اتفاقی که همواره درسته برابر این از حال ساده استفاده میکنیم ای اس سوم شخص هم به دلیل اینکه فائلمون سوم شخص بود ازش استفاده کردیم شی گوز تو ورک بای کار شی گوز ورک بای کار She plays basketball. She plays basketball. دوباره شی گفته کیو داره میگه مثلا جولی رو داره میگه او خانم پلیز بازی میکند. شکل ساده فعل میشه پلی اما اس سوم شخص گرفته چون فائلمون سوم شخصه. چی بازی میکنه؟ بسکتبال. بسکتبال یعنی بسکتبال مشخصه. She plays basketball. او بسکتبال بازی میکنه. پس فائل به علاوه فعل شکل سادش اس سوم شخص به خاطر اینکه فائل مو سوم شخصه بسکتبال شی پلیز بسکتبال شی پلیز بسکتبال مارتا انجویز کوکینگ مارتا انجویز کوکینگ انجوی یعنی لذت بردن فعل ماست اس سوم شخص به دلیل اینکه فائل مو سوم شخصه مارتا یعنی خانمی به نام مارتا انجویز لذت میبره کوکینگ غذا پختن Marta enjoys cooking. Marta enjoys cooking. My cat runs very fast. My cat runs very fast. My cat گربه من runs فعل جمله است. فعل جمله در حقیقت میشه run یعنی دویدن. اس سوم شخص چون فاعلمون سوم شخصه. My cat گربه من runs می دود very fast خیلی سریع. My cat runs very fast داره در مورد یک حقیقت یک واقعیت صحبت میکنه پس از حال ساده استفاده میکنیم My cat runs very fast My cat runs very fast Jack goes to school Jack goes to school Jack آقایی یا آقا به نام جک goes میرود رود ای اس سوم شخص چون فائلمون سوم شخصه گو شکل ساده فعل به علاوه ای اس سوم شخص تو سکول به مدرسه بچه ها نگفتم تو اسکول گفتم تو سکول ببینید به هم وصل میشه چون اس در اینجا بی است جک گوز تو سکول در مورد یک واقعیت یک اتفاقی که همواره رخ میده داریم صحبت میکنیم بنابراین از حال ساده استفاده میکنیم جک گوز تو سکول جک گوز تو سکول Water freezes at zero degree Celsius. water freezes at 0 degree Celsius. Water که یعنی آب تلفظ استاندارد آموزشیش میشه water تلفظ امریکاییش میشه water freezes یعنی یخ میزنه اس سوم شخص گرفته چون فاعلمون در اینجا سوم شخصه فریز یعنی یخ زدن در چه درجه یخ میزنه ات در 0 یعنی صفر دگری یعنی درجه Celsius. Celsius هم که یعنی سلسیوس در ما تو فارسی میگیم سانتیگراد نه درجه هم که میشه دگری آب در صفر درجه سانتیگراد یخ میزنه یک حقیقت یک واقعیت یک برهان علمیه در موردش وقتی بخوایم صحبت بکنیم از حال ساده استفاده میکنیم پس گفته بودیم که فاعل به علاوه شکل ساده فعل اما اس سوم شخص رو نمیتونیم حذف کنیم چون فاعلمون سوم شخصه حال ساده پس کجا استفاده میشه واقعیت ها اتفاقاتی که همیشه داره میفته، های علمی، چیزایی که همیشه وجود دارن. Water freezes at 0 degree Celsius. The earth goes round the sun. The earth goes round the sun. The earth یعنی زمین، کره زمین. چرا چی چی استفاده کردیم؟ چون یه دونه از کره زمین بیشتر نداریم که. پس از THE استفاده میکنیم چرا گفتی the earth؟ یه بار گفتیم، باز هم تکرار میکنیم که تو ذهنتون بمونه چون حرف اول کلمه ای که بعد از تی اچ ای, ای اومده صدادار گفتاریه به جای اینکه بگیم the earth میگیم the earth چون راحت تر تلفظ میشه این قانون در انگلیسی به هر حال وجود داره goes round go round یعنی چرخیدن یک فعل عبارتیه فعل بله عبارتی هم داریم یاد بگیریم نه حالا چرا ای اس گرفته چون سوم شخص فاعلمون گفتیم بارها بازم میگیم که ملکه ذهنتون بشه the sun خورشید چرا خورشید تی ای, ای گرفته چون یه دونه ازش در دنیا بیشتر وجود نداره the earth the sun the earth goes round فاعلمون در اینجا the earth فعل چیه goes round میچرخد میگردد the sun خورشید the earth goes round the sun زمین به دور خورشید میچرخه یک برهان علمی یک واقعیت یک اتفاقی که همواره داره میفته پس از حال ساده استفاده میکنیم the earth goes round the sun the earth goes round the sun Sarah wants to be a dentist سرا وانتس تو بی ا سرا خانمی به نام سرا یا سارا وانت خواستن شکل ساده فعل اس سوم شخص گرفته چون فاعل سوم شخص تو بی ا دنتست یعنی دندان پزشک سرا وانتس سارا میخواهد تو بی ا که یک دندان پزشک بشود یک حقیقت یک اتفاقی که وجود داره بنابراین از حال ساده استفاده میکنیم سرا وانتس تو بی ا دنتست Sarah wants to be a dentist. We live in London. We live in London. وی ما فائل جمله live زندگی میکنیم فعل به شکل ساده In London در لندن We live in London تلفظ live رو دقت کنید بچه ها نیست لیو یعنی ترک کردن این live 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 ایش هم یه خیلی کوتاه. بین ای و ای live یعنی زندگی کردن In London در لندن We live in London یک حقیقته بنابراین از حال ساده استفاده کردیم دقیقا کاربرد حال ساده رو داریم خدمتتون با مثال های کاربوردی تقدیم میکنیم سپاس گذاریم برای همراهیتون لطفا با صدای رسا تکرار کنید که خوب خوب یاد بگیرید We live in London We live in London Tara likes bananas Tara likes bananas ترا خانمی به نام تارا یا تیرا لایکس خوشش میاد دوست داره اس سوم شخص گرفته چون فائل سوم شخصه بنانا یعنی موز بناناز یعنی موزها ما تو فارسی نمیگیم موزها را دوست دارد و وقتی که در انگلیسی به کلیت چیزی اشاره میشه مثل موز در اینجا به یک موز خاص اشاره نمیکنه به کلیت موز داره اشاره میکنه اس جمع میگیره ترا لایکس بناناز تارا موز دوست دارد نوش جونش ترا لایکس بناناز کتس هیت واتر کتس هیت واتر کتس یعنی گربه ها و به عمومیت گربه داره اشاره میکنه ما تو فارسی میگیم گربه یه کاری میکنه یا یه کاری نمیکنه در اینجا هیت یعنی متنفر بودن فعل ماست و به شکل ساده اومده کتس گربه ها هیت متنفرن از چی؟ واتر تلفظ استاندارد آموزشیش واتر تلفظ امریکاییش water و تلفظ بریتیشش واه بچه ها دقت داشته باشید تلفظ استاندارد آموزشی رو هر جای دنیا استفاده بکنید همه مردم متوجه میشن و با شما تعامل خواهند داشت مهم تلفظ درسته نه لحجه امریکن بریتیش یا استرالیایی یا هر لحجه دیگری مهم تلفظ درسته این موضوع رو دقت داشته باشید cats hate water فائل به علاوه فعل شکل ساده به علاوه مفعول cats hate water گربه از آب متنفر است یا گربه ها از آب متنفرند. Cats hate water You go to holiday every summer. You go to holiday every summer. you فایل جمله go فعل ما به شکل ساده. You go تو می روی تو holiday به تعطیلات every summer هر تابستان. یک حقیقت یک اتفاقی که هر تابستان داره میفته پس از حال ساده استفاده می کنیم. You go to holiday every summer. You go to holiday every summer. Every child likes an ice cream. Every child likes an ice cream. child هر بچه که ببینی likes دوست دارد چرا اس گرفته فائلمون every child سوم شخص مفرده ان آیس یک بستنی هر بچه‌ای که ببینی یه بستنی رو دوست داره بچه ها بستنی ها رو دوست دارن شما چطور بستنی دوست دارین یه بستنی ما رو مهمون کنید با لایک کردن این ویدیو سپاسگزاریم برای همراهیتون در مورد یک حقیقت داریم صحبت میکنیم ناگزیر باید از حال ساده استفاده بکنیم Every child likes an ice cream Every child likes an ice cream Mori loves to play basketball موری لاveز تو پlی بسکتبال موری فردی به نام موری لاوز دوست داره عاشقشه که چیکار کنه تو play بسکتبال که بسکتبال بازی کنه آقا چرا پلی که یه فعله اس سوم شخص نگرفته دلیلش اینه که در اینجا فعل اصلی ما دوست داشتن یا عاشق بودن پس فعل اصلیه که اس سوم شخص میگیره چون فاعلمون سوم شخصه موری لاوز عاشقشه تو پلی بسکتبال که بسکتبال بازی کنه یا بازی کردن بسکتبال رو پس این پلی فعل اصلی جمله ما نیست و کلا نقش فعلی در اینجا نداره تو پلی بسکتبال یعنی بسکتبال بازی کردن در حقیقت یک عبارت اسمیه موری لاوز تو پلی بسکتبال داریم در مورد یک حقیقت دوباره صحبت میکنیم از حال ساده استفاده میکنیم موری loves to play بال موری loves to play basketball جک thinks موری is right جک thinks موری is right جک آقایی به نام جک thinks فکر میکنه TH رو در این حالت چجوری تلفظ کنیم زبونتون زیر نیش دندون بالا سعی میکنید بگید س, س فارسی میشه th th Think Think یعنی فکر کردن اس سوم شخص گرفته چون فاعلمون جک سوم شخصه جک thinks جک فکر میکنه فعل اصلی چیه Think فکر کردن موری از رایت موری حق داره یا حق با موریه رایت right یعنی درست یا راست سمت راست از است موری رایت حق با موریه کی اینجوری فکر میکنه جک ثینکس فعل اصلی ما think Jack thinks more is right داره باز هم در مورد یک اتفاقی که رخ داده و یک حقیقت صحبت میکنه پس از حال ساده استفاده کردیم تلفظ تیه هم که گفتیم اس سوم شخص هم که گفتیم موریز is حق با موریه جک thinks موریز is right it usually rains every day here It usually rains every day here. It usually rains. آقا فائل چیه اینجا؟ It. Usually معمولا قید زمانه قبل از فعل اومده. پس قید زمان رو قبل از فعل باید بیاریم. رین باران باریدن. رینز باران می بارد. در اینجا چیه؟ It. پس فعل اس سوم شخص می گیره. It usually rains. معمولا باران می باره. Every day, هر روز here اینجا. It usually rains every day here. داره در مورد یک اصل یک واقعیت یک ماجرایی که همیشه اتفاق میفته صحبت میکنه پس ناگزیر حال ساده فائل به علاوه فعلمون حالت ساده که اس سوم شخص گرفته به علاوه بقیه جمله و قید زمان هم قبل از فعل و بده It usually rains every day here معمولا هر روز اینجا باران میبارد It usually rains every day here It usually rains every day here. My mother never lies. My mother never lies. My mother فائل جمله است. Never قید زمان یعنی هرگز. Lie دروغ گفتن و اس سوم شخص گرفته چون فائلمون سوم شخصه. یک حقیقت یک اصله پس از حال ساده استفاده میکنیم. اما اس سوم شخص رو حتما باید به خاطر اینکه فاعل و شخصه فراموش نکنیم My mother never lies مادرم هرگز دروغ نمیگوید مادرها همشون زنده باشن سایشون بالای سرتون باشه My mother never lies My mother never lies The course starts next Sunday The course اون درسه اون درسی که داریم در موردش صحبت میکنیم به خاطر همین چون مشخصه گوینده و شنونده میدونن منظور کدوم درسه از THE استفاده میکنیم Start شروع شدن اس سوم شخص گرفته چون فائلمون در اینجا سوم شخصه The course starts درس شروع میشه Next بعدی ساندی یک شنبه چرا ساندی رو اس بزرگ نوشتی کپیتال نوشتی همه ی روزها در انگلیسی باید حرف اولشون به صورت بزرگ نوشته بشه اسمهای خاص هم همینطور The course starts next Sunday درس یک شنبه آینده شروع میشه یک حقیقت یک اصل پس از حال ساده استفاده میکنیم بچه ها ممکنه تلفظ بعضی جملات براتون چالشی باشه اما با تکرار به اونها مسلط خواهید شد یک بار با هم تکرار میکنیم The course starts next Sunday دقت کنید نگفتم استارت یعنی نگفتم The course start The course starts در حقیقت شما یه دونه اینجا اسم میشنوید The course starts next Sunday تکرار کنید همینجا یادش بگیرید. The course starts next Sunday. The course starts next Sunday. Mori swims every morning. Mori swims every morning. موری فردی به نام موری حرف اول به صورت کپیتال چون اسم خاصه و فاعل جمله است و در ابتدای جمله اومده. swims سویم یعنی شنا کردن اس سوم شخص گرفته به خاطر اینکه فاعلمون سوم شخصه موری سویمز موری شنا میکند اوری مورنینگ هر روز صبح بچه ها حال ساده برای بیان یک حقیقت یک واقعیت که همواره در حال رخ داده موری سویمز اوری مورنینگ موری سویمز اوری مورنینگ The train leaves in 10 minutes. The train leaves in 10 minutes. The train فائل جمله است. کدوم ترین؟ کدوم قطار؟ اون قطار مشخص به خاطر همین از تی ای, ای استفاده می کنیم. Leave یعنی ترک کردن. ترک کردن جایی و رفتن. اس سوم شخص به خاطر اینکه فاعل موسوم شخصه. The train leaves. قطار اون قطاره leaves ترک میکنه حرکت میکنه in 10 minutes ظرف ده دقیقه داره یک اصلی رو بیان میکنه یک حقیقت رو بیان میکنه بنابراین از حال ساده استفاده کرده The train leaves in 10 minutes قطار ظرف ده دقیقه راه میفته یا ترک میکنه The train leaves in 10 minutes The train leaves in 10 minutes I do not have any money right now I do not have any money right now I do not have Do not have یعنی ندارم در حقیقت فعل جمله ما فقط have نیست فعل ما do not have یا don't have یعنی ندارم یعنی نداشتن در حقیقت فایلمون چیه؟ I من I don't have یا I do not have یعنی من ندارم any money هر پولی چطور شد هیچ پولی در اینجا ترجمه کردی چون با do not منفی شده پس میگیم any money نمیتونیم بگیم I do not have not money به این میگن دابل negative و در انگلیسی ممنوعه I do not have من ندارم any money هیچ پولی right now اکنون any هم به معنی هر میاد هم به معنی هیچ بستگی به فعلش داره در اینجا گفتیم do not پس اینجا معنی هیچ میده money پول right now اکنون همین الان I do not have any money right now داره در مورد یک حقیقت صحبت میکنه که من الان پولی ندارم پس از حال ساده استفاده میکنه I do not have any money right now I do not have any money right now I do love my new car I do love my new car I do love یعنی من عاشقشم با تاکید این دو برای تاکید استفاده شده البته باش کار داریم حالا خدمتون عرض میکنم My new car ماشین جدیدم رو یعنی البته که من عاشق ماشین جدیدم هستم I do love my new car Do love فعل جملمونه حالت ساده به خودش گرفته I فعل جملمون اول شخصه My new car مفعول جمله I do love my new car یک حقیقت رو دارم بیان میکنم از حال ساده استفاده کردم فعل کمکی دو هم در اینجا برای تاکید استفاده شده یعنی میتونستم بگم I love my new car که مثالش رو داشتیم اما این دو برای تاکید استفاده شده و به عنوان فعل کمکی یعنی من البته که عاشق ماشین جدیدم هستم I do love my new car I don't like to lie I don't like to lie I don't like یعنی من دوست ندارم فایل جمله چیه like و همچنین با do not منفی شده I like یعنی من خوشم میاد من دوست دارم اما I do not like یعنی من خوشم نمیاد دوست ندارم که چیکار کنم to lie که درو بگم فعل اصلی جمله من خوش آمدنه like با do not و البته با فعل کمکی do not منفی شده و not هم با آپاستروفی کوتاه شده I don't like من خوشم نمیاد to lie که دروغ بگم I don't like to lie I فایل جمله don't like فعل اصلی جمله که میبینید به شکل ساده اومده و با don't منفی شده to lie که دروغ بگم I don't like to lie من دوست ندارم دروغ بگویم I don't like to lie I do not like tea. I don't like tea. I don't like من خوشم نمیاد. توضیح دادیم فاعل فعل جمله don't like به شکل ساده فعل اومده تی چای. I don't like tea. من چای دوست ندارم. از این عبارت میتونید هر زندگی روزمره از چیزی که خوشتون نیامد استفاده بکنید جملاتی که انتخاب کردیم همشون کاربردی و از انگلیسی روزمره و واقعی هستن امیدواریم که با تکرار این درس حتما بهشون همینجا مسلط بشید تکرار کنیم با صدای رسا خوب یاد بگیریم I don't like tea I don't like tea You do not listen to me You do not listen to me. You do not listen. You فایل جمله do not listen یا don't listen فعل اصلی جمله مونه. یعنی yani گوش نمی دهی به کی؟ to me به من listen هم میبینید که تیش ناخاناست you don't listen تو گوش نمیدهی به من و you listen to me یعنی تو به من گوش میدهی و you don't listen to me یعنی تو به من گوش نمیدهی امیدوارم که شما گوش بدید به این درس و خوب توجه کنید خوب یاد بگیرید خوب باش تمرین کنید عبارت ها و جملات رو در قسمت کامنت بنویسید نشون بدید که جربزه و جسارت بیان جملات انگلیسی رو دارید همینجا اعتماد به نفستون رو رشد بدید جمله اون چیه؟ You don't listen to me تو به من گوش نمی دهی You don't listen to me They don't have any money They don't have any money They فائل جمله آنها don't have ندارند Have فعل اصلی جمله do not منفیش کرده با فعل کمکی و not منفی شده They don't have آنها ندارند any money هر پولی و در اینجا چون don't استفاده شده any میشه هیچ they don't have any money آنها هیچ پولی ندارند امیدواریم که خدا کمکشون کنه با هم تکرار کنیم جملات رو they don't have any money they don't have any money Sarah does not see Peter every day Sarah doesn't see Peter every day Sarah خانمی به نامه Sarah doesn't see فعل اصلی جمله داز برای سوم شخص استفاده میشه نات و میبینید که مخفف شده سی آقا چرا سی رو دیگه به حالت سوم شخص و اضافه کردن اس تبدیل نکردی به نسبت فائل سوم شخص چون از داز استفاده کردیم هرچند اینجا منفی شده سارا داز سی پیتر اوری دی یعنی البته که سارا پیتر رو اوری دی میبینه هر روز میبینه و در اینجا منفی شده و چون داز استفاده کردیم دیگه لازم نیست اس سوم شخص به فعل اصلی اضافه کنیم سارا دازنت سی پیتر افری دی سارا هر روز پیتر را نمیبیند سارا دازنت سی پیتر افری دی Sarah doesn't see Peter every day. My father does not speak English. My father doesn't speak English. My father, پدرم فایل جمله است. Does not. Does چرا استفاده کردی به جای do؟ چون فایل من سوم شخصه و با not منفی شده و مخفف شده آپاسروفی به جای اوش گذاشتیم. Speak صحبت کردن. فایل جمله گفتیم my father فعل اصلی جمله doesn't speak صحبت نمی کند انگلیش زبان انگلیسی my father doesn't speak English پدرم انگلیسی صحبت نمی کنه دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که از درس های انگلیسی مثل آب خوردن استفاده نکرده و با اونها تمرین نکرده درس ها رو ما به شکلی آماده کردیم صدها درس در کانال یوتیوب انگلیسی مثل آب خوردن برای شما عزیزان در هر سطحی که هستید در هر سنی که هستید از نوجوانان تا پیر میتونید از این درس ها استفاده بکنید البته پیر نه دلشون جوان همه My father doesn't speak English پدرم انگلیسی صحبت نمی کند My father doesn't speak English My father doesn't speak English California is not in the United Kingdom. California is not in the United Kingdom. کالیفرنیا که کالیفرنیا قرار دارد not منفیش کرده از not یا isn't نیست in the United Kingdom United Kingdom یعنی انگلستان کالیفرنیا از not کالیفرنیا فاعل جمله است is not قرار ندارد یا نیست در the United Kingdom در انگلستان کالیفرنیا کجاست؟ بعد امریکاست نه کالیفرنیا is not in the United Kingdom California is not in the United Kingdom. The train does not leave at 9m The train does not leave at 9m. The train اون قطار اون قطار مشخص که از من پرسیدی کی حرکت میکنه. منو شما میدونیم کدوم قطار پس از THE ای استفاده میکنه. does not دا چرا آوردی برای منفی کردن به همراه not. does not یا yeah, doesn't the train doesn't leave چرا leave اس سوم شخص نداره چون فاعلمون در اینجا سوم شخصه چون از does استفاده کردیم و البته از ناتش the train doesn't leave قطار ترک نمیکنه اینجا رو اینجا رو البته مخفیه در جمله at 9 am در ساعت 9 صبح AM میشه صبح و PM میشه بعد از ظهر بلدید The train doesn't leave at 9 AM قطار ساعت 9 no, حرکت نمیکنه یعنی اینکه شما هنوز وقت دارید که اگر این درس رو تا اینجا اومدید و بهش مسلط نشدید برگردید از ابتدا دوباره باش کار کنید لحظه به لحظه گام به گام از این رایگان تر از این راحت تر از این مثل آب خوردن تر دیگه واقعا نمیشه انگلیسی یاد داد بسیار راحت بسیار آسون دقیقا مثل انگلیسی مثل آب خوردن جملات رو تکرار کنید با صدای رسا حتما تا خوب یاد بگیرید با هم تکرار میکنیم با صدای رسا The train doesn't leave at 9 a.m. The train doesn't leave at 9 a.m. خدا قوت به انتهای درس حال ساده در انگلیسی رسیدیم پنجاه تا جمله کاربردی از انگلیسی واقعی و روزمره رو با هم تحلیل کردیم گام به گام لحظه به لحظه با هم پیش اومدیم دوستان طبق روشی که دارید مشاهده میفرمایید لطفا تمرین کنید این درس رو جدی بگیرید یک بار برای همیشه به حال ساده انگلیسی با همین پنجاه تا جمله بدون شک میتونید مسلط بشید بی نهایت سپاسگزاریم برای همراهی شما عزیزان آرزوی تندرستی و خورسندی برای شما و خانواده محترمتون داریم در هر کجای دنیا که هستید